بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلبی که در سلسله بحثا داشتیم موضوعش حب دنیا بود و آثار بدش، از طرف دیگه اینکه چجوری این حب دنیا رو از بین ببریم و در مقابل حب دنیا حب الهی و التزازات معنوی رشد کنه رو صحبت میکردیم. با توجه به اینکه مناسبت امروز سالگرد تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است، یه چند کلمه با توجه به موضوع بحث در مورد ایشون عرض میکنم. درباره حضرات معصومین یک نکته بسیار مهمی باید همیشه مد نظر گوینده و نویسنده قرار بگیره و اون این که برای فهم یک حقیقتی، خصوصا سوای از استرار عقلی، در استرارات عقلی ما حتی درباره خداوندم حکم میدیم، اما صرف نظر از استرارات به عقل اجازه نمیدیم در حیطه‌ای که بالا دستی خودشه ورود پیدا کنه. براش هم برهان اقامه میکنیم، میگیم معلول نمیتونه درباره علت هستی بخش خودش ورود پیدا کنه و نظر بده، شأنشو نداره. همچنان که اگر من الان یه انسانی رو در ذهن خودم فرض کنم، اون انسان نمیتونه من رو بشناسه که چه کسی اون وجود ذهنی رو خلق کرده، شأنشو نداره. به همین خاطر در علم کلام این بحث مطرح شده که تفکر در ذات الهی ممنوعه، برهانشون هم بر این اساس، مقصود به کنه نه مقصود به استرار که بعضی از احکام را عقل درباره وجود خدا و صفات و اینها بیان میکنه. توی این مطلب که ما داریم مواظبت میکنیم و بحث میکنیم، اینجا وقتی از حضرات معصومین خصوصا 14 معصوم بحث میشه، بنیادی که ما در نظام فلسفی خودمون و کلام فلسفیمون داریم، اینها رو نور واحدی میدونیم که اولین مخلوق خدا هستن. با توجه به این موضوع و شأنی که این موضوع داره، امکان این که ما به کنه حقیقت حضرات معصومین واقف بشیم نیست. شخصیت های بزرگ مثل عرفای طراز اول این رو گوشزد کردن. در مثنوی داشتیم که می فرمود که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. می‌فرماید که اگر یک گوینده‌ای بخواد راجع به این اولیا صحبت کنه، دهانی لازم داره که سر تا سر عالم هستی رو بپوشونه. یه همچین شخصیتی هن به پهنای فلک، یه همچین چیزی بد باشه. بعد راجع به کی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به اوصاف اون موجودی که موجب قبطه ملائک هستن. جبرئیل به مقام اینها قبطه میخوره، اون که مظهر علم الهیه. ملائکه دیگه هم هر کدوم به شأن خودشون. پس وقتی راجع به صدیقه طاهره داریم صحبت میکنیم، این مد نظر باید باشه. پس راجع به چه چیزی از این موجود صحبت میکنیم؟ وقتی ما دسترسی به حقیقت باطنی اینها نداریم، نمیتونیم ورود پیدا کنیم، پس چرا راجبشون صحبت میکنیم؟
میگیم به این مقدار که از نظر ظاهری عقل میتونه ورود پیدا کنه و آثار ظاهری اینها رو بفهمه، به همین مقدار موجب تعالی ما هستن. یکی از اون نکته های بسیار مهم در ایشون قداسته. این که یک قدیسه هستن، این مسئله بسیار مهمیه. آثار یک قدیس با بقیه مردم اینه که آدم های خوب متدین با تقوا، خیلی با تقوا، وقتی نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت میکنن، میگن ما به تکالیف الهیه عمل میکنیم. یعنی به چی عمل میکنیم؟ یعنی به کارهای مشقتبار، زحمت. از اول دیدشون نسبت به این مسائل تکلیفه، کلفته، زحمته، مشقته. اولیاء الهی وقتی دارن کارهای عبادی انجام میدن، اون کارها برای این موجودات عین لذت. یعنی از باب این نیست که یک مصیبتی واقع شده به نام نماز خوندن، اینجور قضاوت نمی کنن که خوشحال بشن چون میریم مثلا مسافرت، دو رکعت نماز آدم قضا چی میشه، تخفیف گرفته میشه، یا یه شب آدم خواب میبره مثلا، بعد صبح که بلند میشه میگه الهی شو چه خواب خوبی، نمیگه نماز شب از دست رفت، اینو نمیگه. خوشحاله که از اتفاق تخت گرفته خوابیده. اگر یه موقع شب برای نماز شب تو اون ساعت بیدار بشه ناراحت هم میشه، یا بی خودی از خواب پریدیم، با زحمت بعد دو مرتبه بگیریم بخوابیم. این موجودی که قداست داره چون معرفت داره نسبت به حق، اون معرفت به حق لازمش اینه که به اقتضای اون معرفت ستایش حق میکنه. همچنان که ما اگر یک علاقه وافری به نقاشی داشتیم و یک نقاشی زیبا می دیدیم، اگرچه اون آقای نقاش رو هم تو عمرمون نبینیم، اصلا از دنیا رفته باشه، از این نقاشی تمجید می کنیم. یا اگر یه شاعری شعر زیبایی گفته قرنها پیش از دنیا رفته، وقتی ما سعدی و حافظ می خونیم تمجید می کنیم. این تمجید ما از حافظ و سعدی به شرطی که یه ذوقی هم داشته باشیم البته، نه مثلا آدم هایی که هیلی بی ذوق هم مثلا هیچ شعر و نقاشی و این اصلا تو این خطا نیستن، هیچ لذت هم نمی برن، خب تمجید هم نمی کن. نه، یه ذوقی میخواد، به اصطلاح آقایون روانشناس های امروز هوش هنری میخواد. اگر انسان هوش هنری داشته باشه، نبوغ هنری داشته باشه، در یه بیت شعر زیبایی هایی میبینه که ساعت ها ازش لذت میبره. اینایی که خطاط هستن، حالا ما چون تو این خانواده بزرگ شدیم، یه خط نگاه میکنن، میرن عقب، باز نگاه میکنن، میان جلو، بعد با هم دیگه میشینن تمجید میکنن. یعنی قوس یه رو نگاه کن ببین چی کار کرده. این یکی میگه این قوسش چقدر شیرینه، میگه نه ببین این لبه‌ای رو که خمیده چقدر با نمکه. اصطلاحات دیدی کفتربازا اصطلاحات کفتربازی دارن، خطاط ها اصطلاحات خطاطی دارن، نمیدونم هر صنفی اصطلاح خودشونو دارن و لذت میبرن ساعت ها. ما که نمیفهمیم، ولی میبینیم اینا ساعت ها هم تو نگاه میکنن، ساعت ها فقط نگاه میکنن و همینطور لذت هم میبرن. یعنی این لذت به خاطر اون درکه. اولیاء الهی وقتی به عالم نگاه میکنن، شهود میکنن مظهر حق رو و به این خاطر در مقام دائمی سپاس و ستایشن دائما. البته از نظر ظاهری هم اعمال عبادی انجام میدن. حالا اینا شما یه ذره میفهمید، اوناشو که هیچ، اینشو ولی میفهمید. میفرمایند که حضرت زهرا سلام الله علیها به علت نمازهای طولانی انقدر
در حال قیام قرار می گرفتن که زانوهای ایشون ورم می کرد. ما تا حالا تو عمرمون نشنیدیم از این آقایون مقدسا، از آقایون دیندارا که اینقدر اینا نماز خونده باشن که مثلا زانوشون درد گرفته باشه یا ورم کرده باشه. این قداست ها اینجا ظهور پیدا میکنه، نه که اصلا نیستا. ما یه سالی خدمت آیت الله مروارید رفته بودیم مشهد، ایشون نقل میکردن از علامه امینی که یک ماه رمضان تشریف آورده بودن مشهد و ایشون برای اینکه بعضی از این مخالفین میگفتن که امیرالمومنین هر شب 1000 رکعت میخونده این باور نکردنیه، ایشون وامیسته میخونه، خب چلو چشم همه ملت هم هست که میگم میشه 1000 رکعت خون. البته اون رکعاتش به معنای مستحباتش نیست، از امیرالمومنین هم 2 سری روایت داریم، روایت هایی داریم میفهمد 500 رکعت، روایت هایی داریم میفهمد 1000 رکعت. اینم به خاطر فصله، وقتی زمستون شبها بلنده 1000 رکعت میخوندن، وقتی که تابستون شبها کوتاه میشده خب 500 رکعت میخوندن. بنابراین رکعاتش به حسب موقعیت زمانی تغییر میکرده، ولی آمارش وقتی در تابستان یا در زمستان حساب کنید، یعنی از اون سر شب شروع میکردن تا نماز صبح رکعات بدون البته اون مستحبات و اینها. خب ما وقتی به اینها نگاه میکنیم این مقدار میفهمیم، میفهمیم که از ما این رو خواستن، یعنی به اندازه فهممون، نه اونی که حضرت زهراست، ولی به اندازه فهم ما گفتن اسوه است. پس وقتی شد اسوه، الان این تعبیر غلط الگو و سرمشق و چیز نکنید از معنای اسوه، معناش یعنی مقتدا، اینا مقتدان. اسوه به معنی کسیه که مقتدای ماست، پیشوای ما. این مقتدا که ما باید بهش اقتدا کنیم، به اندازه فهم بشری باید بهش اقتدا کنیم. فهم بشری ما نماز رو میفهمه، حضور قلب و معرفت در نماز رو نمیفهمیم، ولی کن اعمال ظاهریش رو میفهمیم، این مقدار که دیگه میفهمیم. وقتی میگیم مقتدای ما حضرت زهراست، یعنی نمیشه ما به زور بلنشیم نماز واجب بخونیم، دیگه معنا نداره که. اگر مقتدامون حضرت زهراست، اگر مقتدای ما هنرپیشه های اراذل غرب بودن، الان ما یه سری خانوم داریم توی این فیلم مثلا جشنواره فجر مثلا، چه میکنیم؟ یا تو بعضی مجری های تلویزیون یا برنامه های این شکلی کارگردان ها، اینا مقتداشون یک شخصیتی تو غربه، یا این مثلا فوتبالیست ها دیدین قیافه هاشون یه جوری درست میکنن، یا مثلا یارو یه گل میزنه یه غلطی میکنه، حالا جفتک میندازه نمیدونم ملق میزنه یه غلطی میکنه، یا یکی برم داره نمیدونم ریش و سیبیلش رو یه جوری درست میکنه. چون اونا مقتدای ما هستن و ما اونا رو واقعا دوست داریم، تلاش میکنیم مثل اونا باشیم. پس واقعا این خانوما اون آقایون صادقن، اگرچه در انتخاب مقتدا شیطان مقتدا شده، ولی در این که جاب‌های اونها میذارن صادقن. یعنی شیعه مرتضی علی نیستن، ولی شیعه اون زن هرزه اروپایی هستن. اون مثلا آقای آمریکایی، اون هنرپیشه، اون آقای ورزشکار، اون خانم ورزشکار، اون نمیدونم خواننده، اون مجری، ما اونا رو نگاه میکنیم، بعد مثل اونا حرف میزنیم، مثل اونا رفتار میکنیم، برای اینکه اونا رو دوست داریم و میخواییم شبیه اونا بشیم، یعنی اونا رو متعالی میدونیم، تلاش میکنیم شبیه اونا بشیم. پس ارزش ما به چیه؟ به پیروی از اوناست. خب اگر یکی واقعا داره میگه مقتداش حضرت زهراست، یعنی تلاش میکنه یه خانومی یا یه آقایی
ادعا که کرد من اینا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، معنای اون حب اینه که به مقتدای خودمون اقتدا کنیم، به سیره اینها اقتدا کنیم. ببینیم چجوری حرف میزدن، چجوری راه میرفتن، چجوری صحبت میکردن. سیره هستن در دنیای اسلام، بر همین نوشته شده. اینقدر کتاب ها از قدیم درباره سیره نوشته شده، منظورشون همین بوده، چون اینا در همه چی مقتدا. خب ما باید نگاه کنیم ببینیم آقا وضعیت عبادی اینها چیه، به حسب وضعیت عبادی اونها ما آرام آرام، نه من بگم من 50 سال پیش نماز میخوندم 17 رکعت بوده، بعد 50 سال همون 17 رکعت. کیفیت اون موقع یه جوری بوده، الان هم خوب باشه همونه. یعنی در عرض 50 سال هیچ تغییری در زندگی من حاصل نشده. خب یعنی 50 سال خدا به ما عمر داده، یعنی صفر، یعنی آخر سر رشدی نبوده. فرض کنی اگر ما یک گیاهی داشتیم ببریمش در یک زمین حاصل خیزی بکاریم اون رو، بعد از چند سال نگاه میکنیم این درخت تنومندی شد. یه درختی رو ببریم در شورزار بکاریم، بعد از چند سال ببینیم اون همونی هم که بوده از دست 4 تا شاخش هم خوش شد. اگر ما میخواییم ادعا کنیم که حب داریم، اینها رو به عنوان اسوه و مقتدای خودمون میشناسیم، معنا و مفهومش اینه که حداقل به اندازه معرفت ظاهریمون به اینها تمسک کنیم. یکیش که حالا مربوط به ما میشه، میگن یه شخصی اومد خدمت ایشون، خانمی بود، شروع کرد از حضرت سوال کردن، 10 تا سوال کرد و خب حضرت که جواب میفرمودن ایشون یادداشت میکرد. بعد از اینکه 10 تا سوالش تموم شد خجالت کشید، گفت ببخشید دیگه من مزاحم شما شدم، من 10 تا سوال دیگه هم دارم ولی برای بعد میام میگم. حضرت گفت نه من خیلی هم خوشحال میشم، زحمتی برای من موجب خوشحالی من، اون سوال دیگه هم بگو. گفت نه دیگه، حالا دیگه ما اینقدر شما رو اذیت کردیم، بس دفعه دیگه میام 2 مرتبه بقیه سوالا رو. حضرت برای اینکه این خانم تفهیم بشه که سوال کردن موجب التزاز معنوی و بهجته، به ایشون فرمودن که اگر به شما بگن یه بار 20 کیلویی رو از این پله برداری ببری رو پشت بون و برای هر پله‌ای که برمیداری یه سکه طلا بدن، نظرت چیه؟ مثلا سختی، احساس سختی میکنی؟ گفت نه خیلی خوشحالم میشم. گفت بالاخره این وزن دیگه 20 کیلو مثلا سنگینه، این وزن سنگینو شما احساس ناراحتی؟ گفت آخه همچین پولی که میدن اصلا من پرواز میکنم، اگر من بدونم از اینجا تا مشهد برم بنابر فرض 100 میلیارد تومان به من میده، من به شما قول میدم با همه این که من پیر مرد هستم از شما زودتر به مشهد برسم، چون اون من میدونم اون 100 میلیارد یعنی چی، میفهمم چقدر خوبه. به همین خاطر ما با عشق و علاقه اصلا احساس خستگی هم نمی کنیم، شبا هم اضافه پیاده روی می کنیم که زودتر پول رو بگیریم. این سختی برای چیه؟ اینایی که پزشک میشن، ما الانشون رو نگاه میکنیم میبینیم پزشک موفقی هستن و چه پولی در میارن. بعضیا میگه آقا من رفتم دکتر دعزه 1 دقیقه مثلا ما رو معاینه کرد و نسخه نوشت، بعد 50,000 تومان هم گرفت. آقا مثلا برای 1 دقیقه که 50,000 تومان نمیدم. خب این 1 دقیقه نیست که، این 20 سال چون کنده تونسته یه همچین کاری بکنه، تو بلدی تو بیا انجام بده. خب اینجا یه پشتوانه ای داره دیگه، اون سختی ها رو میکشه یه پزشک، یه مهندس.
برای چی؟ برای اینکه یه روزی آبرومند بشه، ثروت به دست بیاره دیگه. پس انسان به خاطر یک ثروتی، برای یک موجودیت خوبی، یک مطبوعی، اون نامطبوع رو تحمل میکنه. ما از نزدیک هم اینو دیدیم، بچه ها فوتبال بازی میکردن، یه دون از این بچه ها افتاد، دستشو گرفت و یه مدارم گریه کرد. حتی بزرگ بود، مثلا ما ها 13-14 سالمون بود. اون آقا پسر یه ذره گریه کرد و اندازه یه دو سه دقیقه بعد بهش گفتم بعده تو مثلا چی هستی فلانی، بقیه بازی رو شروع کردن ادامه فوتبال. فردا که ما داشتیم میرفتیم مدرسه دیدیم این دستش رو گچ گرفتن آویزونه. گفتم ای تو چطور دستش که؟ گفت همون دیروز که داشتیم بازی می‌کردیم دست من شکسته بود. من شب که شد تازه دردش شدید شد، ما رو بردن بیمارستان و چه عکس گرفتن اینا، فهمیدن نه اون موقع ضربه خورده مو وردش. ولی نیست که این شوق داشت. برای منم زیاد اتفاق افتاده، وقتی آدم مثلا کوهنوردی کار نظامی انجام میده، وقتی حواس آدم متمرکز بر یه موضوع دیگه است، احساس سختی و درد نمیکنه. بعضی وقتا هم در درس هم اینجوری شده، بعضی وقتا آدم وقتی داره درس رو عمیق مطالعه میکنه متوجه گذشته زمان نمیشه. این کسی نگی به آدم، کاری به آدم نداشته باشن، یومنی دو ساعت سه ساعت میگذره اصلا آدم متوجه نمیشه این دو ساعت فکر کنه یه دقیقه گذشته. البته شما شاید تجربه نکرده باشید، بحثای علمی ذره تجربهش کم اتفاق میفته. خیلی هم لذت آوره، حالا نمیدونم چرا، ولی خب بعضی ها لذت میبره. اینجا حضرت تفهیم میکنه اگر یک کسی داره برای خدا تدریس میکنه، ترویج دین میکنه، به قدر این کار لذت های حقیقی و معنوی داره احساس ناراحتی نمیکنه. ما فکر میکنیم نماز بخونیم بعضیا اینقدر نسبت به نماز سختشونه، اینقدر سخته که وقتی میخواد بلند شه، تا حالا که نشسته بود داشت فیلم های چرت و پرت نگاه میکرد سر حال بود، همچین که میخواد بلند شه برای وضو، یک انگار کوه رو رو دوش این گذاشتی، جا به جا نمیتونه بشه. حالا مثلا میخواد چیکار کنه؟ کلش میخواد یه وضو بگیره، مثلا چارکت نماز بخونه، کار خاصی هم نمیخواد، حالا چند دقیقه بیشتر وقتش رو نمیگیره. با این حال خیلی سنگینه. اگر انسان میخواد الهی بشه باید خودش رو به التزازهای معنوی عادت بده. حالا حتی شما دوست عزیز هم میتونید این موفق بشید. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم آدمایی که سیگاری هستن، اونایی که اهل فن باشن میدونن سیگار رو هر آدمی روز اول که میکشه تلخه، مثل زهرماره. میگه چون ما زهرمار نخوردیم ولی در مثل مناقشه نیست، تلخه تلخ. چشم آدم آب میاد، دماغ انسان ناراحت میشه، سرفه میکنه، اگر یه مقدار شدید باشه امکان داره به انسان تهوع هم دست بده. ولی در اثر ممارست، این آقایونی که میگن سیگاری، یعنی اینا بی خودی سیگاری نشدن که، اینا ممارست کردن، یعنی مدت ها تلاش کردن، زحمت کشیدن تا سیگاری شدن. ما یه سیگاری از نزدیکانمون داشتیم، این خیلی پیش رفته بود، از گوشش دود میومد، حلقه ای درست میکرد، خیلی کار عجیب غریب میکرد. بعد ما مشتاق میشدیم به سیگاری شدن. خود غالا آدم این همه زحمت میکشه بالاخره عاقبت داره، یک همچین هنری آدم پیدا. حالا آقایون تریاکی رو نمیدونم، چه ازشون نپرسیدم، یا از این آقایون هیروینی ها مثلا نپرسیدیم. ببینیم این از اول تلخه یا مثلا از اولش هم خوبه، از اهل فن بعد پرسیدیم. این هم تلخه ولی به ممارست شیرین میشه. نماز، البته اینو بگم ها، تمام یا 99% اینقدر من میگم که تمامو یه موقع دبه نکنید، 99% از حرام ها لذیذ و شیرینه.
99% از این واجبات هم تلخ. انسانی که مریضه، خب البته از اون چیزای کثیف لذت میبره، چون تب آلوده است. شخصی که بیماره، مریض احواله، این از کثافت لذت میبره. شما ببینید آقایونی که تو این شغلایی که کثیفی هست عادت میکنن، اگر بهش یه چیز تمیز بدی میگه ببین اداها رو در قرتی بازی ها، مثلا بهش میگه دستو بر با صابون بشور، مثلا با این خود دست کثافت که نمیشه تو غذا بخوری، میگه دیگه حالا شما انقدر سخت نگی، میگه اون دست کثافت اصلا ما بخواییم با هم شریکه غذا بخوریم، خاکی کسی، مثلا حالا مکانیک هم باشه که دیگه نوره علا نوره، یعنی این کار نمی کنه، ناراحت هم نمیشه، چون اون دست کثیف عادیه براش، ولی هم لذت میبره. آدم هایی که تو شلختگی بزرگ میشن، تو کثیفی لذت میبرن، احساس ناراحتی نمی کنن، خوششون هم میاد، برن یه جایی ببینن خیلی شیک و تمیزه، اون چیزه. دیدیم بعضی خانوما، مثلا خانمای ترکا وسواس دارن، اینا تقریبا هر سال فرشا رو میشورن، خونه هاشون هم که میری برق میزنه. ما از بچگی ترک نبودیم ولی خیلی مسجد ترکا رو دوست داشتیم. میخوان دیگه وقتی میرفتیم مسجد ترکا، اینا مسجداشون خیلی تمیز بود، من خیلی خوشم میومد. بعدم اینا با هم حرف میزدن، من نمیفهمیدم چی میگن، حواسم هم پرت نمیشد، چون فارسایی چیزی میگفتن ما میفهمیدیم، حواسم پرت میشد. ولی خب چون بچه‌ام بودیم کسی به ما کار نداشت، ولی خب بالاخره با هم حرف میزدن، ما حرف نمیفهمیدیم چی دارن میگن. که اینجا وقتی انسان طبعش سالم بود، قلب سلیم داشت، خب از امور معنوی به طور طبیعی لذت میبره. یعنی وقتی داره درس دینی میخونه از این درس لذت میبره، آیه رو که میخونه یه نکته ظریفی تو آیه میفهمه یا بهش یاد میدن، این لذت میبره. اما اگر نه، قلب مریض بود، به اندازه مرضی که داره از فساد لذت میبره. به همین خاطر بعضی این جوونا، من دیدم یک مرجعی رو مسخره میکنن، میگه آقا این آقا هرچی لذیذ و کیف میده و به قول خودشون حال میده، این میگه حرومه. اون آقا نمیگه حرومه که، خب خدا میگه حرومه. حرومش هم برای اینه که تو سالم بشی، از این بیماری نجات پیدا کنی. بله خب البته بیمار، فرض کنی یک کسی بیماری نقرس داره، یعنی بیماری چاقی که اشراف میگیرن، چربی برای اینها سم خطرناک، ولی وقتی جلو کله پاچه ای رد میشه چی میشه؟ شما نه، اونایی که عشق کله پاچه، این خیلی دست و پا شل میشه، بلند میشه. ما یه دوستی داشتیم این چربیش خیلی بالا بود، میگو من وقتی رد میشم از دم کله پاچه ای مواظبت میکنم رد نشم، یعنی اگر رد بشم دیگه نمیتونم، بعد برم بخورم. میره میشینه اونجا، بعدم میگه خب تو که چربیت بالاست، گفت اصلا دکتر به من گفته برای تو سمه، چی میشه؟ این لذتی که از این چربی میبره، این بیماره دیگه، نباید بخوره. خب برای این برعکسه، یه چیزایی رو بهش میگن بخور که از اتفاق اون چیزا تلخه براش. انسان هم همینطوره، انسان چون حب دنیا داره، عاشق لذت‌های گیاهی و حیوانیه، از این لذت‌های گیاهی حیوانی لذت شدید میبره. به همین خاطر منعش میکنن تا آرام آرام لذت‌های معنوی رو بچشه. وقتی لذت‌های عبادت رو چشید، لذت علم رو چشید، زمینه فراهم میشه برای معرفت. البته این رو دیگه فلاسفه از ما قبول نمیکنن، ولی عرفا این رو قبول میکنن که یک فرد محدود بتونه در مقامی لذت بی نهایت رو بچشه. حتی این عقل این رو به حسب نظام فلسفی نمیپسنده که یک مدرک وقتی محدوده بتواند
لذت نامحدود رو بچشه، چون نامحدود مناسبتی با محدود نداره. البته اونا مبنای خودشونو دارن و حرفشون هم حقه، ولی فهم حرف اونا به معنی نائل شدنه، چون تا آدم نائل نشه قابل قبول نیست، عقل نمیپذیره. ولی حرف حقیقته. معناش هم از نظر توجیه عقلانی هم اینه که این نفس مدرک در اون مقام دیگه اون نیست، چون در مقام فنا در حق فانی شده، دیگه این حسن و حسین و تقی و نقی نیست، بلکه این حقه، چون در حق که فانی شد دیگه اون هویت خودش رو از دست داده. این در واقع با حقیقت الهی به حقیقت الهی نظر میکنه. بنابراین اونی که شما میگفتید مستلزم اینه که یک محدودی نامحدود رو درک بکنه، این اون نیست، چون از اول میگه این مدرکی که ما گفتیم دیگه فانیه، پس این مدرک دیگه نیست، پس راجبه یه مدرک دیگه صحبت میکنن که اون مدرک نامحدود. البته پس مدرک نامحدود، نامحدود رو درک میکنه و هیچ اشکال هم نداره. اینم توجیهی که میشه انجام داد. اما اجمالا باید اینا رو نائل شد با این بحث و تحقیقات عقلی و فلسفی، بی‌معناست. اما زمینش از کجا پیدا میشه؟ زمینش وقتی پیدا میشه که ما یه حرامی پیدا شد برامون. هر وقت انسان با قدرت با امنیت تونست یک بیشرفی رو انجام بده، اگرچه اون حرام کوچولو باشه، ولی هیچ اشکالی نداره ها، هیچ. نه کسی دوربین گذاشته، نه کسی ما رو میبینه، نه کسی به ما کاری داره، آبرومون هم نمیره، یه حرام خوب و لذیذ فراهم شد، ما هم میتونیم قشنگ اونو انجام بدیم. هر کی اینجا گذشت این تعالی میشه، چون در قسمت نماز و روزه اونا رو میشه انجام داد، اونا خیلی سخت نیست. ولی حرام های لذیذ که انسان در امنیت و با قدرت بتونه اونا انجامش بده، من نداشته باشی. بعضی وقتا یه توهماتی هست، مثل این آبروهای اجتماعی، طرف چون یه اشرافزادهیه برای خودش یه شوکتیه، میگه شأن من نیستش که مثلا این کارو بکنم، اینقدر این ثروتمنده که دون شأن خودش میدونه بیاد این کارو بکنه، یه موقع قدرتمنده دون شأنش میدونه. البته این شونی که این آقایون اشراف در کشورها برای خودشون قائلن، واقعیت هم نداره، ولی اینا اونا رو باور دارن، این موهومات رو باور دارن، به خاطر همون موهومات یه سری گناه ها رو انجام نمیدن، چون بدن تو همون جامعه رسوایی به بار میاد، به خاطر اون رسوایی ها بالاخره رایت میکنن. فرض ما اونجا باشه که این طرف خیالش راحت باشه. میبینید بعضی وقتا این شخصیت های مهم سیاسی یهو معلوم میشه که چه مفسد فی الارضی هن، توی همون جامعه، نه تو جامعه های دینی، تو همون جامعه خودشون هم اینا رو سرزنش میکنن. چرا سرزنش میکنن؟ چون معیارهای موهوم درشون مشترکه، بعد سر به رسوایی میزنه. امنیت داشته باشه، نترسه آبروش از دست بره، اینو نترسه، و قدرت و سلامتی کافی هم برای اون گناه داشته باشه. یه موقع از طرف میخواد گناه کنه، زورشو نداره، پولشو نداره، موقعیتشو نداره، ولی در قلبش نیست. خیلی از کفار در قلبشون فوق العاده اینا بی همه چیزن، زورشو ندارن، جاش نیست، موقعیتش اجازه نمیده، وگرنه اینا آقا یک فلان فلان شده هایی هستن. از صدام بدترن، از یزید بدترن، دستشون نمیرسه. گفت آب نمیبینیم، وگرنه ما هم شناگر قابلی هستیم. اینا حساب نمی کنم، اونجای رو دارم حساب میکنم که آسان باشه، کاملا آسان، در امنیت. انسانی که اومد از این لذت، از این لذت حرام، از این موضوع
گذشت کرد این تعالی پیدا میشه. اون نماز، اون روزه از باب زمینه خیلی خوبه. مثل آدمی که میخواد بره شکار، قبلش میره اسلحه‌شو تمیز میکنه، آذوقه برمیداره. این کسی که این کارو داره انجام میده، نماز و روزه برای ما این کارو میکنه، یعنی زمینه وسائل رو فراهم میکنه که وقتی ما رفتیم تو میدان اونجا بتونیم. بله البته بعضیا هستن اسلحه درجه یک دارن، آذوقه و فشنگ و مهمات هم دارن، ولی وقتی اون حیوان درنده به طرفش حمله میکنه وحشت میکنه، اونجا نمیتونه. شهوت و غضب، این دوتا وقتی سراغ آدم اومدن، در وقت شهوت و غضب اون معلوم میشه ایمان، که بتونه در عین امنیت، قدرت، سلامتی اون گناه رو مرتکب نشه. میتونه اینم مجازات کنه در عین قدرت، هیچ آبرویی هم کسی هم ازش تمجید نمیکنه، تشکرم نمیکنه. در قلبش از یک کسی، نه دشمن خداها، از دشمن شخصیش، یک کسی به ما فوش داده، توهین کرده، چه کرده، البته شخصی با ما سر، با اسلام و خدا پیغمبر مشکل نداره، با شخص من مشکل داره، فوش داده، خیانت کرده، جسارت کرده، حالا من تو دلم حقیقتا غضبناکم، اگر تو قلبم ببخشمش، اینجا معلوم میشه این حاکمیته، اینجا تعالیه. یا نه، در بیرون نمیتونم فحشا کنم، ولی جان در قلبم میتونم فحشا کنم، تو خیالم که دیگه کسی به من کار نداره. شهر داری میگه آقا اگه شما اینجا 6 طبقه هم بسازی جریمه میشی، تو خیال من که 100 طبقه هم بسازم شهرداری جریمه هم نمیکنه. اگر انسان در مقام خیال خودش میتونه یه حرامی رو انجام بده، انجام نمیده، آرزوی حرام نمیکنه. بعضی ها هستن گناه نمیکنن چون موقعیت نیست، ولی آرزوی حرام میکنن، آرزو دارن، آرزوی فحشا دارن، چادر سرشه ولی آرزو داره، مثل اون زن فاحشه تو خیابون که دیده چجور آرایش کرده و چجور داره لوند میکنه خودشو، چه مثلا میکنه، این چطور سرشه، ولی میگه من دیگه بالاخره چیکار کنیم تو این شهر ما، تو این فامیلا، نمیتونه. این چادری نیست، این مثل همونه، این مثل همونه. چرا؟ چون آرزو میکنه مثل اون بیهجاب باشه، یا به قول این حجابایی که جمهوری اسلامی میگه حجابه که ضد دینه، اینا رو میگیم ما. 7 قلم طرف آرایش کرده، همه جاشم دیده میشه، هیچ برآمدگی نیست الا اینکه ایشون به نمایش گذاشته، بعد ما میگیم بله دیگه حجاب شرعی الحمدلله رعایت شده. خب البته یه همچین کثافتی تو خیابون که داره راه میره، اگر یه خانومی، یه آقایی از این متنفر بود، این زهرا رو قبول داره. اگر اینو دوست داره، علاقه منده، این دشمن حضرت زهرا است. نمیتونه بگه من حب حضرت زهرا دارم، حضرت زهرا اسوه من، تو حضرت زهرا اسوه نیست، تو اون فاحشه اسوته، تو مقتدات اونه. بله زبان خیلی شعارا میده، دل بد دید چی میگه. اگر یه خانومی بچهش رو چادری چاقچور گرفته، یه دونه چشم پیدا نیست، بعد دخترش رو لخ کرده بچه ورده تو خیابون، دروغ میگه. بعد بهش میگه چرا این حجاب نداره، چرا بهش نزه، میگه آزاد باشه، آزادی خوبه. خودش دوستش چطوری بشه، دوستش بره چی بشه. همین دختر شما اگر بخواد یک خدمت رو از کنم کارهای دیگه هم بکنه، شما میگه آزاد باشه. مثلا همین دختر خانوم خدمت رو عرض کنم اجازه داره
بیاد رو پشت بون خودشو بندازه پایین؟ جون خودشه، اختیارشو داره. یعنی اگر این خانم چون جون خودشه اگر سیانور بخوره شما قبول میکنی؟ اگه بگی آقا خب آزاده دیگه، مگه نمیگی دادم مالکه، آزادی هم خیلی خوبه، شما قبول میکنید یه دختر خانم مثلا خودشو بکشه یا آقا پسر خودشو بکشه، قبول میکنی؟ میگه نه آقا، خب این دیوانه است، ما که عاقلیم باید جلوشو بگیریم. خب شما اگه عاقلی جلوشو بگیر. این در حقیقت داره خودکشی میکنه، وقتی فاحشه شد یعنی خودکشی کردن، چون شرف مهمتر از جونشه. برای جونش شما قبول نمیکنید، برای جونش میگید آقا اصلا آتش نشانی رو خبر میکنید، پلیس خبر میکنید، یا هم روانشناس میارید، میگید آقا یه حقوق خودشو پرت نکنه. اگر مثلا خودشو مسموم کرده میبریدش بیمارستان، کلی پزشکا تلاش میکنن، خیلی زحمت میکشن تا اینو از مرگ نجات بدن. میگه خب اگه نمیگید آزادی، اختیارشه دیگه، جون خودشه. آقا یه کسی جون خودشه، به شما هم ربطی نداره. ولی با وجود این شما اجازه نمیدید این آقا یا این خانم خودشو بکشه. خب چرا بس برای بیشرفی اجازه میدید؟ شرف که مهمتر از جون آدمه. ولی شما برای اینجا که میشه میگید نه این بچه آزاده، خودش انتخاب کنه. خب بچه 5 ساله خودش انتخاب میکنه میخواد از اون مثلا ارتفاع بپره پایین، آزمایش کنه ببینه چی میشه، شما اجازه میدی؟ دعواش میکنید، باش صحبت میکنید، بالاخره هر جور شده نمیذاریم این اتفاق بیفته. دلیلمون چیه؟ چرا این کارو میکنیم؟ میگیم خب خداوند به آدم عقل داده، این عقلش کار نمیکنه، این واهمش کار کرده، این الان تحت تاثیر اون احساسات یا مثلا دوستای بدی داره، این شبهه براش ایجاد شده، بالاخره قبول نمیکنیم. چرا قبول نمیکنیم؟ میگیم عقل اجازه نمیده. خب عقل در مورد اونم اجازه نمیده. بعد این خانم محترمه، به قول خودش دیندار، چادری هم هست، میگه نه حجاب باید آزاد باشه. اگر حجاب آزاده، دوستی هم آزاده، فحشا هم آزاده، همه چی هم اینطوره، در کدوم کشور به شما اجازه میدن که هر جوری دلتون بخواد زندگی کنید؟ چه دیندار باشن چه بیدین، هر جامعه یه سری مقررات رو بر خودش وضع میکنه. هیچ جامعه به شما اجازه نمیده هر جور بخواید آزادی داشته باشید. کمونیست دو آتیشه باشید توی چین و اتحاد شوروی سابق، یا مثلا مثل سوئیس باشید و نمیدونم آمریکا و فرانسه، اینجوری نیست. همین الان تو فرانسه به مردم اجازه نمیدن از چی دلشون میخواد بگن، میزنن چش یارو رو هم در میارن، دست و پاشم میشکنن، هیچ معنی هم نیست. به قول خودشون بزرگترین دموکراسی همون، اگه ما یه دونه پلیسمون یکی رو میزد اینا دنیا رو رو سر ما خراب میکردن که شما حقوق بشر ندارید. خب اینا دارن دیگه، حقوق بشر هم دارن، همه غلطی هم میکنن، قبول نمیکنن، میگن آزادی اینجوری معنا نداره. ما الان در باب حجاب میگیم اگر کسی لباسشو ما نه، حق نداریم، حق نداریم. آقا همین کشورهایی که شما مدعی هستید که اونا خوبن، برای دانشگاهشون اون دانشگاه مقرر، من مقررات اینا رو میخوندم، این نمایندگی ولی فقیه چند سال پیش تو دانشگاه اینو چاپ کردن، مقررات لباس خانوم و آقایون اندازه یه پاشنه یه کفش خانوم هم نوشته بود، مدل جورابش نوشته بود، اندازه دامنش نوشته بود، مفصل نوشته بودن که آقا اینا باید اینجوری بیان. ما حالا آقای مثلا رئیس جمهورمون، وزیرمون، وکیلمون حتی حاضر نیست حرف حجابو بزنه، حاضر نیست بگه کارمند همون اداره، نه حالا ساختمون های دیگه، همون ساختمونی که خودت هستی، بگو آقا تو کارمند دولتی؟ کارمند منی؟ از من حقوق میگیری؟ من اجازه دارم به کارمند خودم بگم آقا تو اگر میخوای استخدام من بشی این لباسو باید داشتی. مگه الان خانمایی که میرن کلفت هواپیما میشن اونا مگه یه لباس مخصوص ندارن؟
لباس مخصوص دارن دیگه. بعد اون تعیین میکنه چه لباسی بپوش. بعد یه لباس زشت و زننده ای رو که همه هیکل هم خانم باید خوشگل باشه آرایش بکنه، خیلی هم مهربانانه با مردم صحبت کنه که جذب مشتری بکنه، لباسش هم طوری درست میکنن که خیلی جاش بالاخره جذاب باشه. حالا تو ایران یه ذره بهتره، مال اونا خیلی بدتره، ولی حساب داره. یعنی هواپیما میگه من که میخوام یه نفر مستخدم استخدام کنم که بیاد کلفتی کنه برای این هواپیما، مثلا قضا بده چه کنه چه نکنه، این کلفت من باید حساب کتاب داشته باشه. دولت هم اینطوره، استخدام کرده دیگه، یعنی یه سری آدم رو مستخدم دولت هم. خب این مستخدمین وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که خدمت بدن به اون کسی که مسئوله. میگیم آقا شرایط مقررات ما در ارتش اینه، مگه الان به ارتش یا پلیس اجازه میدید هر جوری دلشون بخواد لباس بپوشن؟ میگید آقا این مقرراته. کارخونه هم همینطوره، کارخونه هم یک کسی که میاد کار بکنه میگن آقا این لباسه. مثلا اگر بهداشت ایراد بگیره میگه نه حتما باید یه چیزی مثلا رو سرشون ببندن، حتما مثلا برای جلوی دهان و بینیشون باید یه چیزی بسته باشه، نمیدونم باید این لباس باشه. چرا اون کارو میکنه؟ خب شما هم همینطور، بیت المال مسلمین در اختیار شماست، قدرت هم دارید. به کارمنداتون بگین آقا کارمند دولت مکلف این لباس اسلامی رو داشته باشه، و میتونید بگید بهترین لباس اسلامی رو داشته باشه، نه اینکه چون چادر نمیدونم حد اعلاست دوست دارید حد اعلا باشید یا نه. نه، حکم میدیم حد اعلا باید داشته باشه، چون اختیار این کارمندم و من دارم. کارمند منه، میخواد تو خونه من کار کنه، من به کارمندم میگم آقا تو میخوای از این بعد تو خونه من کار کنی باید با چادر باشی، با پوشه بعد اصلا باشی، اختیارش با منه دیگه. تو میخوای استخدام نشو، خب نشو، ولی اگر میخوای استخدام بشی، مردی که میخواد استخدام بشه باید این لباس رو پوشیده باشه، حق نداره هر چه دلش میخواد لباس بپوشه. این فدراسیون های ورزشی توی کشورهای خارجی قانون دارن، به شما اجازه نمیدن، میگه اگر میخوای نمیدونم کاراته باز بشی باید این لباس رو بپوشی، اگر میخوای نمیدونم شنا کنی فلان لباس باید باشه. اجازه نمیدن هر جور دلت میخواد، چطور اونو اجازه نمیدن؟ شما پس چی هستید؟ پس شما دروغ میگید یا خیلی بیلیاقتید یا مرض دیگه دارید که الان من نمیدونم. اگر واقعا دین دارید، به قول خودتون دغدغه دین دارید، پول و قدرت دارید، بگید آقا تمام کارمندا باید این لباس رو بپوشن، چون ما کشور اسلامی هستیم مکلف میکنیم بهترین لباس اسلامی لباس حضرت زهراست. ما که نمیگیم شما حضرت زهرا بشید، ولی هر مردی در ایران مکلف پوشش کامل داشته باشه. بگیم میدونید از نظر شرعی ستر عورتن کفایت. خب غلط میکنه یه مردی الان با یه شورت خیلی چی بیاد تو خیابونا؟ خب شرعی رعایت کرده دیگه، الان کاملا شریعت رو رعایت کرده. یه کارمند دولت از فردا یه دونه از این مایوهای اونجوری که میپوشن از این بپوشه، اندازه مستحبش چقدره؟ اندازه مستحب اینه که مرد یه شلواری بپوشه، پیرن و این حرفا نمیگیم، از این شلوارکایی که تو زورخونه ها قدیم میپوشیدن، یعنی ناف پوشیده باشه، زانوها هم پوشیده، این میشه مستحب. پس بقیهش هم که دیگه چی اضافه است؟ چطور شما پس به کارمندا میگید که یه لباس شکیل بپوشن؟ به مردا اینو میگید، ولی اجازه میدی ریشیشو بترشه؟ خب غلط میکنه، برای چی ریشیشو میترشه؟ شما مگه تو کشور اسلامی نیستید؟ اگرچه ما وزرامونم یه بعضن از این اتفاقا میفته، چون وزیر شده ریش میذاره، این تا قبلش ریش نداشته. آقا بنابر فرض یه مرجع تقلیدی هم اجازه بده یک موردی رو، شما مقررات رو بر اساس یه مرجع که تعیین نمی کنید، بر اساس کشوره. یعنی مرجع گفته حرام ریش بذاره، مرجع تقلید گفته حرام خانوما چادر سر کنن،
مرجع تقلید که این برو که به شما من نکرده و اجازه هم دارید چون شما دارید استخدام میکنید، میگه آقا قرار داده، طبق قرار داده من بیا اینجوری کن، رفتارتون هم اینطور، اجازه نداره هر خانومی هر آقای هر جور دلش میخواد رفتار کنه، هر جور دلش میخواد حرف بزنه. شما میگه آقا تکریم ارباب رجوع، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که کارمند دولت مستخدم دولت شده اون نمیتونه هر جور دلش میخواد با مردم صحبت کنه، نمیتونه وقتی مشتری اونجا واسطه بلندشه بره رها کنه بگه مثلا کار تو رو انجام نمیدم. بعضی وقتا اینجوریه، میری یه اداره مثلا تلفنشو داره میزنه با اون دوستش راجبه شب نشینی دیشب صحبت میکنه، تو چه لباسی پوشیده بودی، فلانی چه لباسی پوشیده بود، فیلم دیشب مثلا اینجوری بود، داره راجب فوتبال بحث میکنن، مثلا اون تیم اینو زده بود، مثلا مربی بهتر بود، فلانی رو از زمین میکشید بیرون، چرا اون یکی مثلا، چرا دارن با هم بحث میکنن، اصلا به ما هم کار نداره، انگار ما مثلا اونجا مجسمه هستیم برای تزیین گذاشتن، کار ندارم. خب کارمند دولت برای چی بهش پول میدن؟ یعنی نوکر بنده است ولی اونجا نشسته، ارباب من که نیست، ما اربابیم، اون نوکره. من از بیت المال ولی حقوقشو میدم، وظیفش اینه که به من خدمت کنه، ولی اون به جایی که خدمت کنه رشوه میگیره، خیانت میکنه، خب پدرش هم در آورد. اینجا معلوم نمیشه ما وقتی میگیم یک کشوری هستیم محب اهل بیتیم و مقتدای خودمون رو اینا رو قرار دادیم، معناش اینه که در همه چی اخلاق حضرت زهرا، اخلاق 14 معصوم کلن برای ما حجته. نباید بگیم حداقل حداقل، این چه مسخره بازیه، ما تو کشور رو انداختیم دین حداقلی، مگه به شما گفتن دین حداقلی؟ بله مرجع تقلید وظیفشه که در مقام فتوا بگه حداقل شریعت اینه، ولی برای مسئولین اینطور نیست، مسئولین استخدام کردن مردم رو، کارمند دولت در مورد کارمند دولت که این نیست. ما اختیار داریم، قراردادم بستیم، میگیم آقا تو وقتی میخوای به استخدام ما بشی ما مثل یک کارفرمای دیگه همونطور که در کارخونه ما میگیم آقا کارفرما یا دولت یا بخش خصوصی، هر دو کارفرما. کارفرما اگه دولت باشه باید قوانین رو رعایت کنه، کارفرما بخش خصوصی باشه اونم باید، اگر چه در مجلس معمولا خیلی بامزه، حالا چون عید نزدیک من عرض میکنم دولت خیلی کاراش بامزه انجام میشه، وقتی میخواد برای کارمندان دولت عیدی بده چون از جیب خودش باید بده، میگه عیدی 1,000,000 تومان مثلا، وقتی میخواد به کارفرما که مال بخش خصوصیه به اون بگه تو باید عیدی بدی، میگه تو باید 2,000,000 بدی. بعد میگن آمریکا نمیدونم ملاک‌های دوگانه داره، معیارهای دوگانه داره، خب شما معیار دوگانه دارید دیگه. آقا اگر کارمند باید این مقدار عیدی بگیره، بخش دولتی که از جیب دولت داره میره اون وظیفشه، چطور موقع که دولت پول در میاره کسی به داد نمیرسه، میگه خب دولت هم مثل بخش خصوصی خدمات میده پولشو میگیره، مثلا مخابرات که ماشاءالله پولش همیشه از پارو بالا میره، و شرکت نفت مثلا میگیم نه ما مجبوریم خدمات که میدیم پولشو میگیریم، سلام نه پولشو میگیری، موقعی هم که داری کار دیگه انجام میدی اونم همینطور باید باشه. پس وقتی شما عیدی میدی برای یه کارگر نمیتونه این چون از بخش خصوصیه بگی نه بخش خصوصی باید دو برابر من عیدی بده، به چه دلیل؟ بخش خصوصی هم مثل توست، کارفرماست، اگه اونا باید 2 تومن بدن شما هم باید 2 تومن بدی، اگه شما 1 تومن میدی اونا هم باید 1 تومن بدن، دوگانه نمیشه. از این مشکلات ما زیاد داریم، ولی دم از عدل علی میزنه. آقای عدل علی کجاست؟ عدل علی یعنی ما در تمام زندگیمون این عدالت حداقلش، نه عدالت‌های الهیه رو، عدالت ظاهری رو به این مقدار که ظواهر رو باید رعایت کرد،
حرام ها رو جدی بگیریم، حرام ها رو جدی بگیریم. یعنی حکومت مکلفه هر حرامی که در کشور اجرا داره میشه، حکومت به عنوان قوه قضاییه هم پیشگیری کنه تا اونجا که براش مقدوره. اگر که در پیشگیری موفق نشدیم، بعضی از این علک رد شدن، رفتن دزدی کردن، هر غلط دیگه کردن، مکلفیم تعذیرشون کنیم. اگر حد داره که حد بد بزنیم، نمیتونیم بگیم آقا هیچی، پس اصلا برای چی انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم یعنی اونای ما که نه، حالا اونایی که انقلاب مثل حاج آقا که جز انقلابی ها بوده و حاج آقا اینا که پیر مردن دیگه، ما سنون اونقدر چیز نیست، ما دم مرز انقلاب بودیم. البته من جز انقلابی های بعد انقلاب دیدم پیروز میشه، منم البته شرکت میکردم. بعد اونایی که انقلابی بودن برای این انقلاب میکردن، این شعار رو میدادن. حکومت قرآن، حکومت احکام الهی، نه که ما به اینش میرسیم میگیم آقای فلان چرا این قانون اجرا نمیشه، میگه الان نمیشه، مسئله نیست، این باشه. اونجا میرسیم میگه اونم که نمیشه. اونجا شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. این اسلامی که ما تو جمهوری اسلامی داریم درست میکنیم، حداقل میدونیم خدا این اسلامو نفرستاده. حالا اینشو میفهمیم، چون اسلامی که ما میگیم اسلام با همه احکامه. بله البته نباید گطرب و بی حساب باشه. اینکه ولی فقیه رو میگیم ولایت مطلقه داره، منظورمون همینه. یعنی میگیم او باید تصمیم بگیره که آقا الاهم فالاهم بکنه، ولی هدف اصلی فراموش نشه. الان برعکس شده، اصلا تنها چیزی که برای ما مهم نیست احکام دینی. اینقدر رفتیم توی مسئلت‌های عجیب غریبی که خودمون مثل تار عنکبوت به خودمون بستیم، بعد دیگه نمیتونیم هم نفس بکشیم. بعد تازه به آدمای بی همه چیز و فاسد و ضد دین بدهکارم شدیم، برعکس هم شده، حالا خنده دارتر هم شده. بعضی مذهبی ها تازه فهمیدن که این حرفایی که ضد دینی ها میزنن اونا اسلام نابه. یه کار یعنی معروف ها منکر شده، منکر ها معروف. انشالله که توفیق پیدا کنیم با فرمایشات رهبر معظم که ما بتونیم واقعا جدی، نه برای الکی شعار دادن همایش گذاشتن. خنده بازار یه فیلمی تهیه کرده بود، دستور اومده بود که آقا همایش برگزار نکنید. اینا میرفتن همایش برگزار میکردن که همایش برگزار نکنن. ما رهبری داریم میگیم آقا به جای حرفای مفت و شعار دادن برید واقعا عمل بکنید. اینا همایش میذارن، سخنرانی میکنن، به به واقعا رهبر چی فرمود، واقعا گام دوم چی. آقا گام دوم اینه، گام دوم رو وردار، نه باز همون داستان. یعنی تو گام اول هیچ کاری نمی کردیم، حرف مفت می زدیم، در گام دوم هم همینطور، در گام های بعدیش هم خدا به خیر بکنه. و السلام علیکم.